چهارشنبه در شمال نوار غزه، جایی که عمدتاً از سکن خالی است، دست کم 33 فلسطینی در حمله‌های هوایی ارتش اسرائیل کشته شدند. به گزارش وفا، خبرگزاری رسمی فلسطینی‌ها، دست کم 22 نفر از کشته شدگان عمدتاً زنان و کودکانی بودند که در یک ساختمان چند طبقه در بیت لحیا سکونت داشتند. گفته می شود در این ساختمان بیش از 30 نفر زندگی می کردند و اعضای چندین خانواده در ادامه جریان عملیات امدادی همچنان ناپدید هستند. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه گفت در این مورد تحقیق می کند، اما افزوده آمار تلفات اعلام شده با اطلاعاتی که ارتش دارد مطابقت نمی کند. کارکنان بهداشتی نوار غزه بدون ارائه آمار مشخص اعلام کرده اند در بیت حنون در همان منطقه نیز چندین تن در حملات هوایی ارتش اسرائیل کشته و مجروح شدند و چندین نفر زیر آوار مانده اند. بر اساس گزارش ها در اردوگاه آوارگان نصیرات و شهر غزه در مرکز نوار غزه وضع به همین منوال بوده و یک روزنامه نگار و پسرش کشته شدند. به گزارش اتحادیه روزنامه نگاران فلسطینی، روز چهارشنبه با مرگ این روزنامه نگار، آمار تلفات خبرنگاران و روزنامه نگارانی که از آغاز جنگ اسرائیل و حماس از 15 مهر ماه سال پیش تا کنون در حملات ارتش اسرائیل در نوار غزه کشته شده اند به 193 نفر رسید. ارتش اسرائیل نیز در بیانیه‌ای اعلام کرده پرتاب 2 موشک از مرکز نوار غزه به اسرائیل نشان می‌دهد پس از گذشت 14 ماه از آغاز جنگ حماس هنوز قابلیت نظامی دارد. این 2 موشک روز چهارشنبه در منطقه ای باز فرود آمده و تلفاتی در پی نداشته است. آمار تلفات فلسطینی‌ها در جنگ غزه از آغاز تا کنون به 44800 نفر رسیده است. سیران شرفی، صدای آمریکا.